سلام و وقت همه شما بخیر دوستای عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. ارزوی سعادتمندی هر یکتان دارم. ان شاء الله که روزای ما مبارک رمضان به خیر و به خوشی سپری شود و طاعات عبادات همه شما به درگاه خداوند متعال قبول شود. و بازم با شما هستیم با موضوع تازه در برنامه و در خدمت شما هستیم. چون رمضان است، معمولا بعضا خیلی هم بی‌حوصله می باشند در ماه رمضان، یا بعضن رفتارها و برخوردهایی دارن که کم سرشان خیلی تاثیر میکنن روزه. ولی ما امروز روی موضوعی که صحبت میکنیم همین موضوع است که در هنگام روزه رفتار و برخورد با کودکان چگونه باید باشه در خانواده. یعنی کودکان را نباید فراموش کنن، یا اگر به حوصله هم باشین همه قهر از یعنی خیلی رفتارهای نسبتا زشت با کودکان صورت بگیره. این نکته خیلی مهم است که ما هم خواستیم امروز همین موضوع را صحبت بکنیم، یعنی در هنگام روزه رفتار با کودکان چگونه باید باشه. از دیدگاه روانشناسی روی این موضوع بحث میکنیم و استاد شریف الدین عظیمی استاد دانشگاه همچنان با ما هستند در برنامه و روی این موضوع استاد صحبت ها می داشته باشند. پس با ما همراه باشید تا دقایق اخیر برنامه و صحبت های ما را تعقیب بکنید. استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام بر شما هم. من سلام های خدا به عزایی که بیننده است تقدیم میکنم. امیدوار هستم آنچه که ما دوستان با شما شریک میکنیم در زندگی عملی خود از او جدی و به شکل خوبش استفاده کنیم. بعد از یک مدت هم استاد با ما هستن، پس خوب امروز استفاده میکنیم از صحبتاشون. یک سوال داریم که خیلی سوال خوب است با آغاز برنامه، این که گفتن نقش کودکان در خانواده چی هست؟ خب کودک ما بین اول خانواده را تعریف کنیم. ما در روانشناسی به خصوص مشاوره خانواده یا امو فیمیلی تراپی تقریبا 15 نوع خانواده داریم. امو خانواده که تا حال روانشناسا بی بارسه کور قبول کنن و بینان خانواده و نوع خانواده بشناسه. ما حتی چندین خانواده داریم که نامش کودک فرزند محور یا کودک محور است. ما خانواده داریم که خانواده محور است، خانواده داریم که جامعه محور است، خانواده داریم که کودک محور است، حتی ما خانواده داریم که خود خانواده کودک است. یعنی خانواده بین کودک بینان یک عنصر ثابت، بینان یک عنصر دوست داشتنی، بینان یک موجود شیرین و عزیز در خانواده همیشه نقش خود داره، تاثیر خود داره، خیلی از خانواده ها را به دیگر روی کرده، خیلی از خانواده ها را آرام کرده. در خیلی از خانواده کودک نیست، اونا معمولا سکوت است، آرام است، دغدغه داره، نارام است، به افسردگی بیشتر کش میکنه، بیشتر منزوی میشه، بیشتر ناراحت میشن. اما برعکس دو خانواده که کودک است، امید است، ذوق است، شوق است، علاقه است و امید بر ایست که چطور بتانند که خانواده بهتر باشه. یعنی ما میشه بگویم که کودک ثبات یک خانواده را تضمین میکنه، کودک آرامش یک خانواده را از بین میبره، بخصوص آرامش مضرش و به آرامش شاد و خوب مبدل میکنه و نهایتش یک موجود جالب و عجیب و پاک و قند و قشنگ یک خانواده است که من میشه بگویم که بیشتر تاثیرگذار است و بیشتر میتونه سر روابط خانم شوهر یا پدر و مادر می کودک که در خانواده زندگی میکنه مستقیم و غیر مستقیم تاثیر بگذاره. بله، قبل از اینکه استاد در رابطه با ماه مبارک رمضان که رفتارها با کودکان چگونه باشد درک روی چند روش امور رفتارهای خیلی خوبه که با کودکان باید صورت بگیره روی این موضوع صحبت کنیم. متاسفانه باید یادآور شوم که ما خانواده افغان با خصوص خانواده های مسلمان در روزهای رمضان، در روزهای مبارک روزه برخوردشان با خانواده فرق میکنه. یعنی برخورد آشپزخانه تا فرق میکنه با کودک ها. من فکر نکنم که مادران و اعضای خانواده در روز رمضان و روزه بخیزه و به مو اولادایشان امو غذایی را که دوست دارن و زیاد عزیز است برش او را برش بپزن. ولی برعکس در بوزه و یا به اصطلاح که روزه نیست، ما به خود یا به اولادا مشترکن غذایی را میپزیم و اینا. من فکر میکنم که یک جفای بزرگی که با کودک ها در رمضان میشه پس مانده خوریس، یک خشره خوریس، دو یعنی هرچی که بود اموره بخورن و گشنه ماندن است، سه یکی از این ناحیه است که بیشتر یعنی توجه و دقتی که یا امو حمایت را که ما از نظر غذایی و روانی و فیزیکی ما از کودک داشته باشیم در رمضان او را متاسفانه نداریم. برعکسی طرف حوصله، طاقت، امو توانایی شنیدن گپ کودک، نوازش به کودک. بازمان بعض کودک خیلی سوال هم میکنن، سوال هم میکنن و شوخی هم میکنن، هر طرف میپرن. اینا برخوردشان متاسفانه هم از پدران والدین و پدر و مادر
همه از اعضای بزرگ دیگه که در خانواده هستن متاسفانه تأثیر بسیار منفی بر کودک میگذاره. چه باش من روزه هستم چرا شوخی میکنی، یا مثلا لاقل امو یک بار چوپه که در بوزه میگفتن امو را در روزه دو سه دفعه میگن. یک سیلی اگر متاسفانه باید یادآور شم که اگر یک سیلی در روزه بوزه میزدن متاسفانه او سیلی ها تعدادش به دفعاتش و تعدادش بیشتر شده. اینی بی‌توجهی کودک است، با کودک است که متاسفانه بیشتر میشه. یعنی از نظر عاطفی مهربانی کم میشه، توجه کم میشه، رسیدگی به او کم میشه، به غذایش کم رسیدگی میشه، به درسایش کم رسیدگی میشه، بر سرد میشه رابطه ما با کودک، خشن میشه ما در قبال کودک، توجه رسیدگی کمتر میکنیم برش و به یک شکل امین ما میتونه که رابطه ما را با هم بسکلانه اگر یک پدر دقیق و یک مادر هوشیار و زرنگ نباشیم. اما اگر خود فرزند پروری را هم یک عبادت تلقی کنیم، خود فرزند پروری را و توجه به اولاد را هم رضایت خدا را در جستجو بکنیم، ما میتونیم بسیار راحت به او برسیم. و اینم برای خانواده عزیز یادآور شوم که شما روزه گرفتین یا به خود گرفتین یا به خدایتان گرفتین، کودک دیگه اصلا دخل و تصرف و مسئله نداره. شما اگر قرار است سر او به اصطلاح فشار میارین یا اعمال میکنین قدرت را، اینا را ای یک جفای است که شما متاسفانه در قبال کودکتان میکنین. ما روزو دارم ای والدین متدین و دیندار و مذهبی و مسلمان که خدا واقعا یک پدر و مادر خوب میگن، لطف کنند در قسمت اولادایشان ما از مهربانی بیشتر استفاده کنند، از توجه بیشتر استفاده کنند و خودشان بخزن. و وی چقدر جالب میشه نوسی که خودش روزه باشه و بیاید در آشپزخانه با بچهش بگه که ببینی من روزه هستم ولی بر تو یک غذای بسیار قشنگ میپزم. و این چقدر میتونه رابطه فرزند و والد را با هم قشنگ و زیبا بسازه. بسیار خوب. و همه تو بیشتر در ماه مبارک رمضان مخصوصا رفتار والدین با کودکان چگونه باید باشه بسیار صحبت ها رو می داشته باشن. لحظات بعد وقفه خیلی کوتاه. بازم با شما هستیم. موضوع امروز برنامه ما ای که در ماه مبارک رمضان با کودکایتان چگونه رفتار و رویه و برخورد داشته باشین. اینو فراموش نکنین کودکایتان و رویه و رفتار خیلی خوب و باید بایشان داشته باشین. همین موضوع را ما امروز بحث میکنیم. استاد شرف‌الدین عظیمی همچنان با ما هستن. یک سوال هم داریم که یکی از برادرای ما گفتن علت این که در ماه رمضان چرا ما بالای اطفال قهر شده بعدن پشیمان هم میشویم. قهر و خشم و عصبانیت یکی از ویژگی‌های انسانایی است که گرسنه باشه. هر قدر هر اندازی که انسان گرسنه باشه یا گشنه باشه قهر و عصبانیتش بیشتر میشه. من تصور میکنم که این خشم و خشونت و اینا بیشتر بر روزه و روزگیری ما رب داره. ما روزو دارم که این اعضای ما بیشتر امتحان بتن، بیشتر حوصله بکنن و بیشتر در مقابل اولادشان و در مقابل فرزندشان از حوصله کار بگیرن و در اینجا است که ثوابشان بیشتر و چیشان به اسلام و آنچه که از خدا آرزو داره او رو برشان خدا بیشتر خواهد داد. و زمانی که اینا قهر میشن و خشن میشن و عصبانی میشن تصور کنن و باید قبول بکنن که سرمو تقویشان یا او نیتی که در قبال روزه داره آسیب میبینه، متاسفانه مشکل پیدا میکنن. یعنی بیشتر یک مسئله نرسیدن انرژی و حتی اکسیژن و اینا به مغز است که در رمضان چون نمیرسه و اینا باید دوستای ما باید دیدم امتحان کنن به دقت به بررسی بگیرن و فکرشان باشه که خب نمیرسه به مغزم، اکسیژن نمیرسه، انرژی که مغزم نیاز داره نمیرسه و مغزم عکس العمل نشون میده. او به نام خشم و عصبانیت ولت خوب و جنگ و اینا شاید دیده باشین بیشتر در مثال کام جادا جنگا و خشونت ها متاسفانه در ماه مبارک رمضان زیاد میشه. خب حالا ماه مبارک رمضان است و شاید هم تاثیر گرسنگی که استاد گفتن و بعضا به حوصله میشن. خب چون یک ماه متفاوت تر از ماه های دیگه هست روی روش های بهتره که با کودکایشان، مثلا کودکایی که مکتب میره شاید هم بیای از والدهشان خیلی سوالات داشته باشن یا همچون مسائل که مصروف سرگرمی هایی که میباشه اونا فکر خب با اونا همه ماه ها یک قسم از نگه نمی فهمن تفاوتشن. اینا والدین چه مسئولیت دارن، چگونه با چی چه های مخصوصا در ماه مبارک رمضان باید کودک ها زیاد دوست داره که در پشوی یا سحری بیدار شوند. کودک ها زیاد دوست داره که در افطاری با امو قسمی که خودشان خود والدینشان علاقه داره و جذابیت دارن و میل دارن اینا هم اشتراک کنن. من یک افطار پیش که من افطاری البته در خانه بود اولادایم دور دور شده بود از افطاری. من ایشان سوال کردم گفتم ببخشید شما چرا دور هستین؟ گفت خب ما روزه نبودیم دیگه چون ما اطفال هستیم. گفتم بیاین، حالا مهم نیست که شما اطفال روزه بودین نبودین، بیاین. گفت نه خب نزاکتنی درست نیست. گفتم بیاین ما بخوریم و شما ببینین درست نیست.
من تصور میکنم که بعضی چیزا با کودکا داری اوائل بخصوص داری بحره ها و این فرصت هایی که سحری است و افطاری است و با اطفال یک مفهوم دیگه داره. مثلا اونا حس میکنن که سحری چی است، خدا میفهم اونجا این خانواده مده اونجا چی میخورن، چی چیزایی که میخورن و اینجا خوب است نار بیدار کنن. بله، ادامه صحبت های استاد هم میداشته باشیم. رخسار جان روی خط تلفن هستن، میشنویم که چه سوال دارن. سلام، خوش آمدید. سلام علیکم. تشکر، زنده باشیم، بفرمایید. دکتر صاحب سلام هستم. من اسماء الان دارم زیاد خوشمن هستم. سیه سال و برگرم هم چی کنم؟ دکتر هم از اش مشاره نگرست این کنم روزو که باید مستار کنم یا نکنم. اسماء الان دارم زیاد خوشمن هستم، خوشمن هستم. اشت ما گفتن؟ اشت ما؟ اشت ما. اولاد چند دومتان هست؟ اشت ما اولاد دارم. خودتان حستان چی است؟ یعنی باید خودتان چی حس دارین که روزه رو بخورین خوب است یا روزه باشه؟ درست درست. ما یافتم خلاص شده؟ درست، تشکر. تشکر از تماستون به شما نصر. سوال ای خواهر ما سی بود گرفت، یکی بود روانی، یکی بود طبی، یکی بود دینی. یعنی مولوی صاحب باید فتوا بده برش که بخوره یا نخوره. به هر صورت آنچه که شما گفتین دکتر صاحب و اینا، خب ای طبی شد و من دکتر نیستم. مسئله روانی رو که من میخوام یادآورشون برات خواهر عزیزم، اما قسمی که خودت احساس میکنی که توش نمیشی، اما قسمی که خودت احساس میکنی که گرس نمیشی، با مادرانی که شیرده است، با مادرانی که حمل داره، به خصوص اولادشان زیاد نیاز داره، درامشون رسی رشد، ما میگیم که مادری که مثل تو است، یعنی افسد یا افما یا اشما یا نمهایش است، در ای انگام از نظر درامشون رسی رشد، این مادر باید حسای 300 کالوری انرژی بیشتر بگیره. یعنی روزه خو نتانه که نگیری، بلکه 300 کالوری انرژی بیشتر بگیری. البته این نظر یک روانشناس و روانشناسی است. خوب است که خودت با یکی از استادای که یکی از علمای دین هم که در این بخش چی داره نظر داره، البته تا جایی که من از اون اطلاعات دارم برای خود میگه که روزه را بخو، به خاطر که ما میگیم که خودت دمی وقتی که خودت هست، یادم ما یف ماگی یا نو ماگی یا یک اش ماگی، در هر ماهی که هستی تو نیاز داری نظر به مادران عادی، نظر به ما انسانای عادی که انرژی میگیریم، روزه نیستیم، روزه نیستیم، انرژی میگیریم، 300 کالوری انرژی بیشتر نیاز داری، پس روزه رو خوب بیخی نباید بگیری. بازم از یکی از علمای دین نظر بخوای که قناعت کنی، چون شاید نتونی به نظر یک دکتر و روانشناس چی بدی، ارج بدی. هرچند علمای دین به ما ارج میده که دکتر و روانشناس وقتی که با مادر یک چیز گفت و دکتر نظر رو تبعد، مثل که من به پدر جانم گفتم که دکتر بهش گفته بود تکلیف میده داری روزه نگیر، اون گرفته بود، گفتم دیگه شما چی میخواین خو کی برتون میگه که روزه نگیرین، خب مریض هستین بخورین روزه را، دکتر برتون گفته و تجویز هم میسته فتوا هم به می اساس چی بشه صادر میشه که دکتر چی میگه برتون. مسئله چهارم دومی که میخوام بر یاد آورم خواهر عزیز، بعضی از همین گپای تو صحبتای تو طوری وانمود کرد که گویا این رمضان و روزه گرفتن و اینا آن به بعضی از مادران ما به شمول خودت یک نوع عادت است یا یک نوع حساب پوره کردن است. مثلا استاد سیست که من حمل دارم اما 30 روز باید پوره شوه، این 29 نشوه دیگه استاد، یکی خلاص چون خیلی از خانم‌ها در افغانستان وسواس داره، یعنی به وسواسی ها معمولا کوشش میکنه که در جنب بست و منظم و ثابت و همطور چوکار چوکار کار کنه تا خراب نشه. همین 4 روزه گرفتم و ساتانستم بگیرم دیگه میخوایم که ادامه بدم، نه خیر، چیزی که به طفلت نیاز است، چیزی که به جنین نیاز است، چیزی که بر دکتر و عالم دین میگم او را پیروی کن. دقیقا. خب حالا بازم میایم به موضوع ما که کودکان است و رفتارهایی که در رمضان به اونا باشه. بیشتر از خانواده هایی که بقیه اوقات خیلی خوب با اونا رفتار میکنن ولی مخصوصا در ماه مبارک رمضان که رفتارهایشان خشن میشه، این یک ماه این رفتارهای خشن چی تاثیر را روی کودک میتونه داشته باشه؟ کودکی که در کل بدون روزه و نه روزه برخورد خشن میشه که اونا برخورد بیرحمانه میشه، برخورد تنبیگونه میشه، همه اینا متاسفانه تاثیرات سو داره. بسیاری از او کودکای که خشونت میشه
تنبیه میشن، لتکوب میشن، انواع تنبیه ها و پیشانی ترشی شروع تا لتکوب اینا میشه، معمولا با مشکلات گوناگون در بزرگسالی روبرو میشه. 4000 روز اول یا همو 7 سال اول در زندگی کودک فوق العاده زیاد نقش داره. یعنی کودک در این 30 سال، یعنی تا 7 سالگی، به هر گونه یک پرورش یافت، به هر گونه که نوازش شد یا خوشنود شد، به اونم نوازش، به اونم شکل، به اونم شیپ و تیپ و پرسنالیتی یا شخصیت به بزرگسالی میه. یعنی هر آنچی که کودک تا 7 سالگی بود در بزرگسالی هم تا آخر همونطور پیش میره، به گفته روانکاوا به خصوص فروید. ما دیدگاه و نظری میست که در اینی فرصت، در اینی زمان، در اینی 4000 روز اول یا چند سال اول، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال تا 7 سال و 8 سال اول، به کودک بسیار توجه شود، بسیار مواظبت شود، بسیار نوازش شود، بسیار فکر شود، تا خشونت، خشم، جیل، شک کردن، جنجال برانگیختگی، پرخاشگری، حسادت و اینا را درش کشت نکنیم. ما تصوری میست کودک که خشونت شا افسرده میشه، استرس پیدا میکنه، افسرده میشه، وسواس پیدا میکنه، اوتیزم پیدا میکنه که یک نوع در خود فروگرفتگی است. خیلی از کودک ها حتی پیش فعال میشن، کارشان بیشتر میشه، پرخاشگر میشه، حسود میشه و گوناگون رفتارهای هست که متاسفانه رفتارهای نامطلوب است و منفی است که کودک میگیریشه. اینه چی در روزه با ما برخورده بکنیم، چی در بوزه، و این در روزه به خاطر زننده تر است که ما بیشتر مستعد هستیم که خشن شیم یا ما بیشتر میتونیم که خشونت اعمال کنیم و ما، یعنی در کوچه هم شاید کسی به ما رسیدگی نتونه، کلی که خسته و زله است و در خانه هم اموز که ناراحت میشه ممتاز. استاد ما بعض کودک های ردیم وقتی اونا گریه میکنم معمولا والدین یا خانواده هایشون خب در او حالت که است یا رقم خشن رفتار کردن، مثلا لطکوب وجود داره، او گریه میکنه، مثلا هنوز رفتارهای اونا خشنتر میشه و لطکوب میکنه و ما بعض کودک های ردیدیم اونا خیلی با ترس دوباره چو بارا میشینن، یعنی از ترس خیلی هم بی‌جرأت میشن. طریقه راه های درسته که یکی خب رفتارهایشان خشن میشه و او را خشنتر میکنن و کودک ها هم آیست آیست هم همو اعتماد به نفس بالاخره خیلی بی‌جرأت میشن. این حالت ها چگونه رفتار ها مهم است؟ او کودک هایی که مادرهایشان و پدرهایشان و در کل والدینشان که شان برخورد نامناسب داره، ناسالم داره، نامطلوب داره و اینا، اونا توقع دارن این والدین که اولادای خود طوری پرورش بده کمی قومندان واره که اونا امر کنه، اونا تیار سید استاد باشه و هر چی که اینا میلشان بود انجام بده. ما تصوری میست که این والدین اگه بی تصور باشه که خب لتا امو یک تا یک سلسله اصطلاحات اینا رو به کار میبره که مثلا در پشتو میگه چه دبنی یا دبنی یا مثلا تا نباشد چوبه تر و اینا در مکتبا اینا هم نشته میکنن. ما تصوریم به قبالی است که به عزیزا و این دوستا بگویم که حتی استادا تصورشان نیست که استاد تا خشونت نباشد، تنبیه نباشد، تاثیرات منفی میگذارد. ما تصوری میست و ما تحقیقات مختلف روانشناسی هم ثابت ساخته ایره که خشونت و تنبیه تاثیراتش آنیست. یعنی پسر و ای دختر اما لحظه آرام میشه، خب سید دیگه گریه نمیکنم، شوخی نمیکنم، اما در بلند مدت او تربیه نشد، در بلند مدت او آدم سالم پرورش نیافت، در بلند مدت او یک انسان خوبی نشد. تورندا یک پدر روانشناسی تربیتی میگه اگر لحظه‌ای که می‌خواستین به کودک خشونت کنین، لحظه‌ای که می‌خواستین کودک بر کودک تنبیه کنین، یادتان باشه که 50 روش فراموش کردین. یعنی 50 روش رفت پیش از هر تنبیه باید مادرها در نظر بگیره. مثلا اگر ایرا نشد ایرا، اگر ایرا نشد اورا، اگر ایرا نشد اورا، یعنی تا 50 روش را به کار ببرن، بعد از او تنبیه اعمال کنن. و بعد از تنبیه هم که البته دیدگاه تعلیم تربیت است که از روانشناسی نیست، چون اردویش تخصص ما است، اردویش نظر ما باوری میست که ما اگر تنبیه هم به کار میبریم از مو ضعیفترین تنبیه شروع کنیم، به واسه که مثلا ما پیشانی خود ترش کنیم اول، مثلا از مو اول میم تسلی یا دلغت از لغت تسلی استفاده میکنیم که تنبیه هشتم و نهم است. یعنی تنبیه هم که استفاده میکنیم مثلا پیشانی خود ترش کنیم که نه بچیم این کار درست نبوده یا مثلا ما از این چیزا شاید تو رو محروم کنم، از اینکه تو گپ مرا قبول نکردی، از اینکه تو یک رفتار نامطلوب کردی، ما از این چیزا دیگه تو رو محروم میکنم. این تنبیه دوم و سوم و چهارم است. بالاخره آخریش لتکوب میشه که هم در جای، حتی در تنبیه آخری هم لتکوب هم که میشه در یک جای نرم میشه، مثلا گوشت که اونجا زیاد اوگار نشه. ما کودکای رو میگیریم به اصطلاح به نرخ مالی میذاریم، متاسفانه. البته ما متاثر هستم و متاسف هستم، دلم به حال او کودک میسوزه خصوصا که از این پدر و مادر برخوردار است که پدر و مادرش لتکوب میکنه و خشونت میکنه بر علیهشان. ما تصوری میست و در کل بار من بیستم که ما والدین باید از روش های نهایی و آخری تربیتی کار بگیریم و در این صورت میتونیم که نتانایی که از شوخی های بیمورد
رفتارهای نامطلوب بیماری در کودکان نتانیم که جلوگیری میتانیم، بلکه میتانیم اولادهای خود بسیار عالی و قشنگ پرورش بدیم، چیزی که ما بر ما آرزوست. استاد یکی خواهی طریقش از گناه رفتارهای خشن داره، بعضایی که بیش از حد امو ناز دادن نوازشان است، مثلا که تا کودکشان گپشان قبول نمیکنه و مو بیگفتی های خودشان یا از حد زیاد میشن. ما در میگن هرچی از حد بگذرد رسوا شود. ما در تشویق و محبت و ده ها رفتارهای خوبی که ما با کودکان میکنیم، نوازش هایی که میکنیم، به مهارت های والدینی و خانوادگی که ما با کار میبریم، هر چیز از خود اصول و شرایط داره. بله. مثلا ما اگر قرار باشه کودک خود تشویق میکنیم، سن و جنس شو باید در نظر بگیریم. مثلا دخترک خود چی رقم، باید دخترک خود موتر نمیتونه بگیریم. او دخترک ما مثلا دخترک ما توپ دوست نداره، موتر دوست نداره، اما برعکس بچگک ما شاید توپ دوست داشته باشه، موتر دوست داشته باشه. پس خوب از جنس شده نظر بگیریم، سن شده نظر بگیریم، بهای شده نظر بگیریم. مثلا کودک ما کدام کار کرد چی تفاوتی، مثلا با کودک ما بگیم که اگر اول نمره شدی بعد بایسکل میخرم، خب مجبور اگر در صنف اول نمره شد بایسکل بخری، در صنف دوم موتورسیکل بخری و در صنف شاید در صنف 12 طیاره بخوای، خب این تو خونه میشه. یعنی بهایش هم در نظر بگیریم. یا مثلا ما به دختر 4 سالی خود، به دختر 4 سالی خود طوق طلا میگیریم، این بهایش رو باید در نظر بگیریم و او را باز میگیریم و طلا را یک جای بلند میمونیم و هر لحظه کودک ما میره و دلش هوا میشه. یعنی این چیزا را ما در کودک ها در نظر بگیریم، به هر چیز ناچیز اچ نکنیم، تشویقش نکنیم، حتی تشویق را طور چی کنیم، ترتیب کنیم که روزی به رشوت تبدیل نشه. یعنی کودک ما دیگه تا که تشویق نبینه میگه این کار اگه بکنی پدرم من مثلا بایسکل برم بخرم، من اول نمره میشم، اول نمره گیر از من بخوایم، بس تو وعده کو که بایسکل میخری، ما میگیم خب وعده بایسکل، و او تمام روز سری فکر نکنه که ما بالاخره آدم شوم. مثلا من امروز یک مکتب سیمینار داشتم، از هر کس که میخواست میپرسیدم چی میخوای شوی، خب یکی گفت انجینر، یکی گفت دکتر، یکی گفت هیچ کس نگفت که استاد ما میخوایم بالاخره آدم شوم، هیچ کسی را نگفت. یعنی اولادای ما باید تلاششان سر آدم گریت باشه، انسان خوب شود، اما انسانی که مولانا در پشت شب داشت نصف شب پشتش میگشت، اون انسان شود تا ما بریم یک انسان یک جامعه مسئول داشته باشیم. اما اگر ما بریم کلا دکتر شویم، انجینر شویم و انسانیت و اخلاق و آدمگری ما در نظر ما نباشه، ما خب ما میشیم انجینر، میشیم دکتر، میشیم ما لحظه ما تصوری میست که وانا افغانستان اصلا با سواده و پروفسورا و دانشمندا خراب کرده و می وضعیت که رسانده ایره بی سواده نرسانده. جدی میگم برات، این دیگه همین با سواده همین دانشمندا که خود یک پروفسور و اکادمیسن و شیخ و ای او میگه به این حد رسانده. یعنی ما تصوری میست که اینا باید در رفتارهای اولادا باید تغییر بیاریم، در تربیت اولادا باید تغییر بیاریم. سیس ماستر میکنیمش، پیشجی میشه، اما اخلاقشان، رفتارهایشان متاسفانه تغییرات نمیه. یعنی از نظر پیداگوژیکی و تعلیم تربیه ما باید سر آدمگریت و آدم شدن و خوب شدن فرزند ما تلاش بکنیم. سیس شاید یک سری بزنیم آرام شو اونجا بشینه، اما یک سری ما شاید تا صبح اونجا او آدم بشخنه، اما او آدم شد یا نه؟ واقعا خیلی صحبت های خوب بود، ولی متاسفانه وقت ما زود تمام شد. خب استاد می باشد در برنامه های بعد انشاءالله اگر زود بیاین. تشکر استاد، سلامت باشین. این بود برنامه امروزی که تقدیمتان کردیم، سلامت باشین. از صحبت های امروز ما حتما استفاده بکنین و روزهای ماه مبارک رمضان رو به خوشی بگذرانین. بقیه روز همه شما خوش، خدا نگهدار.